بسم الله الرحمن الرحیم. امید جوان عجب چم تماشاییره استفاده میکنه. و حالا مسابقه بعدی، مشتبه در مقابل ورزشکاری به میدان آمده که با حرکت زنگه راست پیروز میشه. خلومسقی در تقابل با رقیب خود این گونه به برتری میرسه. ببینیم که این مسابقه چی میشه. هر دو ورزشکار تلاش دارن ایرانج از جا بلند که تعریف خوب از حرکت زنگه راست استفاده میکنه. با حالا میبینیم که هر دو ورزشکار چی میکنه. آیا امید باز هم از حرکت چپ راست خود استفاده میکنه یا خیر گرفته بای و باز هم چپ راست. بهروز از این جیل چپ راست فوق‌العاده. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیری خدمت تمامی شما بینندگان عزیز چینل یوتیوب افغان 1-2-3. باز هم در خدمت شما گرامیان هستیم با قسمت دیگری از مسابقات پهلوانی، البته مسابقات سبوگوزن در اولین جمعه از رقابت‌های پهلوانی ماه مبارک رمضان، به طوری که در تصویر می‌بینیم نذیر احمد با لباس آبی آسمانی در تقابل به اون محسن با لباس خاکی به میدان آمده که در راوند اول کمر نذیر احمد به زمین زده میشه. من سلام دارم خدمت همه عزیزایی که بینیدی مسابقات امروز ما هستم و دیدیم که محسن در راوند اول به برتری رسید مقابل حریف خوب، موفق شد کمر نذیر احمد از کلاپ جوانان انجیل به زمین بزنه. ببینیم احمد رو از جا بلند کرد، میرفت از حرکت چپ راست استفاده کنه، موفق نبود و بعد از هم پای چپ نذیر احمد گرفت. هرچی نذیر احمد تلاش کرد تا از حرکت انده استفاده کنه و مقابل حریف خوب برتری برسه، موفق نبود. و حالا راوند بعدی ببینیم که این بار کدام یک موفق میشه. تلاش های هر دو ورزشکار میبینیم، یکی میخواد از حرکت کوشک و دیگری هم از حرکت های هوایی استفاده کنه که بالاخره محسنه که با حرکت درونپایی موفق میشه کمر حریف خور به زمین بزنه و با نتیجه 2-0 به پیروزی برسه. ببینیم در تکرار صحنه که اینگونه محسنی رو از جا بلند کرد و تلاش های دشت از حرکت های چپ راست همچنین زنگه چپه استفاده کنه که موفق نبود و بالاخره هم موفق شد پیروزی مقابل ورزشکاری از کلاپ جوانان انجیل که نذیر احمد باشه به دست بیاره. و حالا مسابقه بعدی که در تصویر میبینیم، احسان از کلاپ نظرگاه با لباس سرمه‌ای در مقابل ورزشکاری از کلاپ انصار با لباس سیاه وارد میدان مسابقه شده. ببینیم که این تقابل چی میشه و کدام یک به برتری میرسه. دوستان مهربان، راوند اول این مسابقه شما نظارگر هستیم که احسان موفق میشه و حرکت زنگه راسته کمر حریف خور به زمین بزنه و در راوند اول به برتری برسه. نگفته نمانه که در ماه مبارک رمضان فدراسیون گوشتی ولایت هرات تصمیم بر این گرفت تا مسابقات پهلوانی در میدان گوشتی حاجی صاحب عبدالله انصاری برگزار بشه. سالهای گذشته در میدان گوشتی که به پل مالان بود ورزشکاران اشتراک میکردن با مسابقه، در اون مکان مسابقه انجام شد. یکی از نکاتی که خیلی روی توجه داشتم امکاناتی که به میدان گوشتی ولایت هرات برای تماشاچیانی که حضور پیدا میکنن آماده شده. و حالا شما تکرار صحنه راند اول این مسابقه رو میبینیم که چگونه احسان به برتری رسید و موفق شد کمر حریف خور به زمین بزنه با حرکت زنگه راسته و پیروز مسابقه شد. حالا راند بعدی ببینیم که این بار کدام یک موفق میشه. این بار هم احسان پای چپ حریف خور گرفته، تلاش های هر دو ورزشکار میبینیم کجه میکنه. ببینیم که موفق هست یا خیر. احسان در راند دوم این مسابقه مغلوب میشه و نتیجه کار 1-1 میشه. بله، احسان در راند دوم نتونست که مسابقه را از آن خودش بکنه و شما در تکرار صحنه ببینیم هرچقدر حریف احسان در ابتدای کار تلاش کرد که زودتر کمر حریف خور به زمین بزن، اما مقاومت های احسان اجازه نداد. بالاخره احسان را برد به گوشه های از میدان و بالاخره چندین چمر استفاده کرد و پیروزی را کسب کرد. واقعا که زورآزمایی آن هم در ماه مبارک رمضان خیلی میتونه سخت باشه و کار آسانی نیست و آفرین به پهلوانان ما که در ماه مبارک رمضان هم به میدان حضور پیدا میکنند و مسابقات انجام میدن تا اینکه تمریناتشان هم ادامه پیدا بکنه و مردم هم که به این منطقه حضور پیدا میکنند و میایند در میدان مسابقات رو تماشا میکنند لذت ببرند. نمایی از پهلوانان و همچنین نوجوانان رو دیدیم در تصویر و حالا نذیر احمد با لباس نسبتا سفید در تقابل با حریف خود که
با لباس سرمه‌ای به میدان آمده، ببینیم که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و از بین این دو ورزشکار پیروز مسابقه روند اول و دوم و اگر نتیجه های تغییر بخوره در روند سوم ببینیم کی میتونه پیروز بشه. مسابقه آغاز شده در روند اول. جوی جان؟ بله آقای اسمانی ندیر احمد، در این هفته گوشتی های خوبی گریفه. ای گوشتی دیومه که ما شاهد از هستیم. اولین مسابقه مقابل محسن از کلپ اتفاق و گذار کرد و حالا ببینیم که مسابقه دوم و چی نتیجه به ارمغان میاره و آیا موفق میشه کمر عریف خور به زمین بزنه یا خیر. تا حالا که کدام حرکت خاصی از هر دو ورزشکار ما ندیدیم. ببینیم که کدام یک در روند اول این مسابقه بالاخره به برتری میرسه. تلاش های هر دو ورزشکار شما میبینیم که کوشش های دارن تا از حرکت هایی که دارن مقابل یکدیگر استفاده کنن. بله نظیر احمد فرصتی رو داره تا پیروزی رسیدن مقابل عریف خوب باز هم در این میدان خوش بدرخشه، اما او یک کشتی رو واگذار کرد و حالا تلاش میکنه تا حداقل در این مسابقه به پیروزی برسه. استاد نظیر احمد قضاوت و داوری این مسابقه رو بر عهده دارند و پیراهن‌های هر دو ورزشکار آماده میکنند و اجازه کار هم داده شده مجددن برای هر دو که هرچه زودتر وار و یا چمی که دارن استفاده بکنند و مسابقه در روند اول با پایان برسه. ببینیم که بالاخره برنده این مسابقه در روند اول کینه و کدام یک بالاخره مو چم نهایی رو استفاده میکنه مقابل حریف خود و کمر حریف خود به زمین میزنه. تا حالا که استاد نظیر احمد تذکرات لازمه به هر دو ورزشکار میدن تا از چمهایی که دارن مقابل یکدیگر باید استفاده بکنن تا مسابقات دیگری هم قرار در این میدان برگزار بشه و باید داورها تمام مسابقات را مدیریت کنن و داوری کنن. میبینیم که هر دو ورزشکار واقعا چمهای خاص را استفاده نکردن و حالا میبینیم که میخواست از حرکت پای چپ استفاده کنه و در سمت مقابل هم نظیر احمد از پیش چپه که باز هم رفتن رو حرکت های دفاعی و هر دو ورزشکار احتیاط میکنن تا مبادا یک حرکت اشتباه در روند اول مسابقه رو به نفع عریفی نکنه. و حالا روند اول کجا میکنه و باز هم کمر نظیر احمد در روند اول این مسابقه به زمین زده میشه و پیروز این مسابقه ورزشکاریه که در تصویر دیدیم خیلی اکجی خوبی استفاده کرد مقابل نظیر احمد. ببینیم به نوعی میشه گفت دور فریب داد، اول اشاره به زنگه راسته و بعد از هم از حرکت کجه استفاده کرد و اینگونه در روند اول به برتری رسید. بله مسابقه نظیر احمد در روند اول شکست رو برای او همراه داشت و در روند دوم اینگونه با حرکت کوشک موفق میشه که به مسابقه برگرده و نتیجه یک بر یک بکنه. طوری که دیده میشه استراحت نمی کنن، این بار مسابقه ایشان ادامه داره و نظیر احمد هم تلاش بیشتری خواهد کرد تا اینکه بتونه حداقل در این مسابقه ای که برای بار دوم پای در میدان گذاشته به پیروزی برسه. در روند اول شکست خورد و در روند دوم سری توانست که مسابقه به نفع خود خوب به اتمام برسانه و حالا مسابقه طوری که ادامه داره باز هم به سود حریف نظیر احمد میشه و او در یکی دیگری از مسابقات شکست میخوره. ناراحت از عمل کرده که ارائه داده و دو مسابقه متوالی در یک روز و در کمتر از 20 دقیقه واگذار میکنه. واقعا که این ورزشکار کلپ جوانان این جیل خستگی ناپذیره. با اینکه مسابقات خودش واگذار کرد اما با آن هم پر انرژی ظاهر میشه و اینجا مسابقه در روند سوم هم میبازه و با نتیجه 2-1 حریف او پیروز این تقابل میشه. بله آقای اسمنی عزیز، دیدین در تصویر که در کل ورزشکاران سبک وزن ما از جمهای هوایی بیشتر استفاده میکنن، اما نظیر احمد بیشتر فنده که روی مهارت داره همان حرکت کوشک. مسابقه بعدی که در تصویر میبینیم امید از کلپ اتفاق با لباس آبی در مقابل حریف که با لباس سرمه‌ایه، ببینیم در راند اول کدام یک به برتری میرسه. امید دست خود رها کرد یک لحظه به همین خاطر داور این مسابقه در راند اول به نفع حریفی کرد و حالا راند دوم برکت کجه موفق میشه کمر حریف خور به زمین بزنه و نتیجه کار را یک بر یک بکنه. والا راند سوم این مسابقه باز هم مغلوب میشه و نتیجه 2-1 مسابقه به اتمام میرسه.
بله بیننده‌های عزیز، ببینیم در تکرار صحنه اینجا ورزشکاری از کلاب نظرگاه مسابقه خودخور میبازه و در مقابل حریف خودش که چندین روندر تلاش کردند و کوشش ورزیدن اما ناموفق بودند و اینجا دو ورزشکار نوجوان وارد میدان شدند و با حرکت کجای خیلی خوبی که داشت اینگونه موفق میشه پیرزیر از آن خودش بکنه. ورزشکاری از کلاب پهلوانی انصار، واقعا که این ورزشکاران خوب کار میکنند و در راوند دوم باز هم به پیروزی میرسه و مسابقه به نفع او با نتیجه 2-0 به اتمام میرسه. ببینیم اینگونه کمر حریف خور به زمین زد و مسابقه به سود این ورزشکار کلاب انصار میشه. امید ارباب با لباس سفید در تقابل با اون نوید با لباس سیاه به میدان آمده. ببینیم که این مسابقه چگونه و به سود کی به اتمام خواهد رسید. امید ارباب از آن دسته ورزشکارانی است که از کلاب اتفاق هر هفته‌ای که در این میدان پهلوانی انجام داده کوشش کرده که با حرکات نمایشی و به خصوص حرکت چپ راست کمر حریفان خود خورد در وزنی که داره به زمین بزنه. او مقابل ورزشکارانی همچون امیر حسین و بهروز از کلاب جوانان انجیل مسابقه را انجام داده و حالا در تقابل با یک دیگری از هم وزنهای خودش به میدان آمده. ببینیم که چگونه کار خواهد کرد، آیا باز هم میتونه که همان عمل کرده مطلوب خود خور ارائه بده یا خیر وارهای پیاپی چقدر خوب کشتی میگیره این امید و اینجا به پیروزی میرسه با حرکت پیچه زمینی به پیروزی که برای او در روند اول به دست میایه. ببینیم در تکرار صحنه نوید از کلاب السادات مسابقه خودخور واگذار کرد، هرچه تلاش کرد تا اینکه بتونه مقابل امید ارباب به پیروزی برسه ناموفق بود. واقعا که به پیروزی رسیدن مقابل این ورزشکار نیرومند کلاب اتفاق کار سختی، اما در مقابل اون نوید هم ورزشکار خیلی جسور و توانمندیه. بی جهت نیست که مقابل امید ارباب قرار گرفته، او هم عمل کرد و شرایط خیلی خوبی رو داشته در مسابقات گذشته، ورزشکاری که از کلاب الساداته و حالا در روند اول شکست خورده. ببینیم که آیا در روند دوم میتونه مسابقه رو به نفع خود خوب بکنه و حساب کار رو یک بر یک بکنه و همه چیز از سر گرفته بشه یا خیر. عبدالاله پهلوان قضاوت این مسابقه رو بر عهده داره و باز هم شکست میخوره نوید و باز هم پیروز میشه و میدر با دستخوشی میدن با هم هر دو ورزشکار و با نتیجه 2-0 امید موفقیت اینجا به دست میاره و میره تا جایزه ای که از طرف فدراسیون کشتی محلی به رهبری حاجی شریف احمد ایدری برای پهلوانان هر جمعه در نظر گرفته میشه دریافت بکنه. اما این هفته متفاوت، چرا که در اولین جمعه ماه مبارک رمضان بود و واقعا که مستحق این جایزه بود امید ارباب. با لبی تشنه و انرژی کم موفق میشه که در تقابل با نوید احمد پیروزی را از آن خودش بکنه و موفقیت را به دست بیاره. طوری که میبینیم باز هم ورزشکاری از السادات بلال مقابل حریف خوب میدان آمده. ببینیم که این مسابقه چگونه به اتمام خواهد رسید. بله آقای عثمانی، بلال رحمانی برادر مهیب رحمانی شما در تصویر میبینیم، ورزشکاری که واقعا مسابقات خوبی انجام داده و حالا این ورزشکار وارد میدان مسابقه شده در مقابل حریف. خب ببینیم که چی عکس العمل را انجام میده و کدام یک به برتری میرسه. مسابقه آغاز شده، او هم مانند رحمانی بزرگ کمان مهیب جان باشه کوشش داره تا از حرکت زنگی راسته استفاده بکنه و های او موفق خواهد شد یا خیر. شما بیننده مسابقات سبکوزن از دریچه کانال یوتیوب افغان یک دوسی هستید، ببینیم که این تقابل چی میشه و کدام یک به برتری میرسه. حالا در روند اول بله از حرکت زنگی راسته استفاده میکنه مقابل حریف خوب و موفق هم هست در روند اول به برتری برسه. همین چهره واقعا که مسابقه دیدنی را انجام داد. ببینیم در تکرار صحنه که چگونه مقابل حریف خود از حرکت زنگی راسته استفاده کرد
و به برتری هم رسید. حریف میرفت از حرکت کجه استفاده کنه مقابلی، اما موفق نبود و این گونه او را از جا بلند کرد و بالاخره از حرکت زنگه راسته استفاده میکنه و پیروز هم هست. بله، بلال رحمانی ورزشکاری که در مسابقات سبک وزن در هفته های اخیر خیلی خوب کار کرده و مسابقات خیلی جالبی را انجام داده و در وزنی که قرار گرفته مقابل رقبای خود خو پیروزی های خیلی ارزشمندی را به دست آورده. در کنار او نوید احمد را میبینیم، ورزشکاری که چند لحظه پیش مقابل امید ارباب قرار گرفته بود و مسابقه خود خو واگذار کرد و حالا طوری که میبینیم برای حریف خودش اشاره میکنه که خوبه که هرچه زودتر مسابقه را ادامه بدیم و ببینیم سرانجام کار نتیجه از آن کی خواهد شد. بلال رحمانی باز هم پای گذاشته در میدان مسابقه پهلوانی خواجه عبدالله انصاری تا اینکه در یک دیگری از روندهای این مسابقه به پیروزی برسه اگر عریف او اجازه بده. جوی جان؟ بله آقای اسمنی، شما میبینیم در تصویر که هر دو ورزشکار گفته شنودهای دارن به مربیهای خود و حالا مسابقه آغاز میشه و ببینیم که در روند دوم چی میشه و کدام یک به برتری میرسه. اجازه کار داور تا چند ثانیه دیگه میده ورزشکارا که همین اتفاق رخ میده. ببینیم که باز هم موفق میشه از حرکت زنگه راسته استفاده بکنه یا خیر. حالا تلاش هر دو ورزشکارا میبینیم، میرفت تا حریفی از حرکت زنگه راسته استفاده بکنه اما موفق نبود. نتیجه کار هنوز 1-0 هست به نفع ورزشکاری از کلپ حل ساداد. بلال از کلپ حل ساداد واقعا که برای روند دوم عمل کرده جالب دهش خیلی یک حرکت زنگه راسته خطرناک حریف استفاده کرد که اما بلال آماده ظاهر شد و موفق نشد که کمر یور حریفی رو به زمین بزنه و حالا ببینیم که تلاش هر دو ورزشکار میبینیم. مسابقه چی شد یک لحظه؟ داور مسابقه به صحنه نزدیکه. هنوز مسابقه به اتمام نرسیده یا مسابقه تمام است؟ بله ببینید دای عزیز، اینجا بعد از اینکه این مسابقه ادامه پیدا کرد دیگر این دو ورزشکار وارد میدان نشدن تا مسابقه ادامه بدن و شما در تکرار صحنه ببینیم. جاوی جان چی نظر دارین در رابطه به این صحنه ای که اتفاق افتاد؟ آیا کشتی به نفع بلال رحمانی شده یا خیر؟ ببینیم آقای عثمانی عزیز، اگر به از نگاه گوشتی ببینیم به خاطر که بلال جان خیلی حرکات جوانمردانه استفاده میکنه مقابل حریف، خب بله، اما داورای مسابقه همیشه میگن باید مسابقه ادامه پیدا کنه و حریف ها هم مقابل زمانی که ورزشکارا مقابل یکدیگر قرار میگیرن باید کمر حریف به زمین زده بشه و حالا مسابقه بعدی که در تصویر میبینی امیر مهدی سلیمانی برزادی استاد حکمت الله حکیمی در مقابل حریف خب ببینیم که چی عکس العمل به نمایش میگذاره. روند اول مسابقه آغاز شده و هر دو ورزشکار از چمی که دارن مقابل یکدیگر میتونن استفاده بکنن و ببینیم که کدام یک در روند اول به برتری میرسه. همون ورزشکاران سبک وزن ما و بالخصوص نونهالان ما حرکت های نمایشی استفاده میکنن. میتونیم بگیم امیر مهدی هم حرکتی که داره انده و خیلی روی مهارت خاصی داره. ببینید که آیا مقابل حریف خود موفق میشه کمر حریف خود به زمین بزنه یا خیر. آقای اسمنی؟ بله، مسابقه جذابی است. امیر مهدی با لباس نباتی در تقابل با حریف خود به میدان آماده در روند اول بارهای پیاپی که میره استفاده بشه. خود حریف امیر مهدی تلاش هایی داشت تا اینکه هرچه زودتر از چمی که داره استفاده بکنه و کمر حریف خور به زمین بزنه اما ناموفق بود. مسابقه خیلی جالبی و انده خیلی جالب و قدرتمند از امیر مهدی و مسابقه به نفع او به اتمام میرسه. چهره یا حاجی هارون شمس را هم در تصویر دیدیم، در روند اول موفق شد یک انده خیلی نمایشی و تمرین شده روی حریف خود کار بگیره و استفاده بکنه. در تکرار صحنه ببینیم اینجا یک قدم جلو گذاشت، حریف او استقامت کرد و به نوعی میشه گفت تدافعی کار کرد و اجازه نداد تا امیر مهدی حمله بر بشه. بالاخره بر نحوی که بود امیر مهدی سلیمانی به پیروزی رسید. ببینیم این گونه از حرکت انده استفاده کرد حریف او غافلگیر شد، با قدرت بسیار بالایی کمر حریف خور به زمین بزنه
ورزشکاری از کلپاریا. حالا راوند دوم ببینیم که این بار واکنش و پاسخ حریف امیر مهدی چگونه خواهد بود. مسابقه ای که در راوند دوم آغاز شده و جریان داره و شما عزیزان بیننده مسابقات پهلوانی سبکوزن از دریچه کانال یوتیوب افغان 1-2-3 هستید، وارهای پیاپی از سوی حریف امیر مهدی سلیمانی و اینجا طوری که میبینیم باز هم مقاومت میکنه. استاد عبدالعظیم به صحنه نزدیک هستند و نکاتی را برای امیر مهدی هم اشاره کردند تا در ادامه مسابقه راوند دوم بهتر بتونه عمل بکنه. مسابقه همچنان جریان داره و هر دو کوشش هایی را دارند. چندین بار پای علی فرزت تا به پیروزی برسه اما ناموفق بود. مسابقه یک بر یک میشه. ببینیم در تکرار صحنه هرچقدر تلاش کردن در ابتدای راوند دوم و فارهای پیاپی که استفاده شد اما مقاومت های اجازه نداد و از کوچکترین حرکتی که داشت استفاده کرد و به پیروزی رسید. انده ناموفق امیر مهدی و سپس حرکتی که روی او استفاده شد و مسابقه تا اینجای کار یک بر یک و در راوند سوم پیروز میشه امیر مهدی. گونه پیروزی را کسب میکنه در میان چشمان استاد حاجی هارون شمس که از نزدیک نظارگر این مسابقه بودن. نوید با لباس سیاه باز هم وارد میدان شده تا یک مسابقه دیگری انجام بده. ببینیم که آیا به پیروزی میرسه یا خیر. با اینکه در هفته اول ماه مبارک رمضان در روز جمعه مسابقات برگزار شد، کوشی های زیادی هم در این میدان صورت گرفت و امیدواریم که در هفته آینده و در جمعه بعدی شاهد حضور بیشتری از مردم و همچنین پهلوانان باشیم تا اینکه مسابقات بیشتر و مسابقات جذابی برگزار بشه. نوید باز هم شکست میخوره در یک دیگری از این مسابقات. بله آقای عثمانی، ورزشکاران سبکوزن ما واقعا که مسابقات خوبی انجام میدن و میبینیم که نوید جان هم از جمله ورزشکارایی که کوشش بحری داره تا چندین مسابقه را انجام بده که موفق هم هست. در مسابقه اول که نتیجه 2-0 به نفع حریف خود یا میتونیم بگیم واگذار میکنه مسابقه خود، حالا مسابقه دیگری هم که به میدان آمده تا اینجای کار 1-0 عقب افتاده و به نظر من پشتکار این ورزشکارای سبکوزن ما و تلاش های این نوناهالای ما خیلی میتونه با آینده برای مفید واقع شه. برد و باخت برای اصلا مهم نباشه و همیشه در میدان حضور پیدا کنن و مسابقه انجام بدن. یکی از نکات خیلی مهمه که باید مربی ها بیشتر به اون توجه بکنن و شانس بیشتری برای ورزشکاران ما که مسابقات خوبی انجام میدن امتیاز قائل باشن. و حالا در راوند دوم هم نوید باز هم شکست میخوره و نتیجه 2-0 که به نفع ورزشکاری که در مقابل نوید وارد میدان مسابقه شده. بله، بعد از اینکه مسابقه رو واگذار کرد از شدت عصبانیتی که داشت از خوشی هم نداد با حریف خودش. به شما در تکرار صحنه ببینیم این گونه کمر اور به زمین زد و با نتیجه 2-0 موفق شد که به پیروزی برسه. واقعا که امروز روز نوید نبود. در یک مسابقه مقابل امید ارباب شکست خورد با نتیجه 2-0 و در این مسابقه هم که میبینیم برای بار دوم وارد میدان شد باز هم با نتیجه 2-0 شکست خورد. و ببینیم که در هفته های آینده آیا با انگیزه بیشتر و انگیزه مضاعف وارد میدان میشه یا باز هم همین روال ضعیف خودش ادامه میده. طوری که میبینیم نظیر احمد یک مسابقه دیگر هم انجام داده و کجه میکنه. ببینیم واقعا که خوب کار کرد، این بار دیگه به پیروزی میرسه. بله آقا عثمانی، این گونه از حرکت کجه استفاده کرد و در راوند اول به برتری رسید و حالا در راوند دوم ببینیم که چی میشه و کدام یک موفق میشه به برتری برسه. نتیجه 1-0 تا اینجای کار و نفع ورزشکاری از کلپ جوانان انجیل به دست آمده. ببینیم که در راوند دوم آیا ورزشکاری که با لباس سرخ از کلپ ستاره آسیا وارد میدان مسابقه شده به نفع از او خواهد شد یا خیر. روند دوم تلاش های هر دو ورزشکار رو میبینیم. ببینیم نظیر احمد حریف خود از جا بلند کرده، چندین چرخه میده و بالاخره نظیر احمد با نتیجه 2-0 به برتری میرسه و موفق میشه کمر حریف خود به زمین بزنه.
صنعت مهربان ببینیم در تکرار صحنه که چگونه عارف خود از جا بلند کرد، چندین چرخ داد و بالاخره موفق شد پیروز راند دوم بشه. بعد از دو باخته پیاپی که نظیر احمد دیش، بالاخره حریف خور شکست میده و نتیجه 2-0 رو حتی به دست میاره. بله، 2 مسابقه رو انجام داد، شکست خورد و در مسابقه سوم با نتیجه 2-0 به پیروزی رسید. 2 نوجوان دیگر وارد میدان شدن. ببینیم کی به پیروزی میرسه. در راند اول با حرکت خیلی خوبی که داشت موفق شد کمر عریف خود به زمین بزنه ورزشکاری از کلپ مرحبیب. ببینیم اینجا پای عریف گرفت، سپس مقاومت کرد و حریف برد به میانهایی از میدان و سپس با حرکتی که داشت این گونه کمر عریف خور به زمین زد و مسابقه در راند اول به اتمام رسید. واقعا که مسابقات جالبی بوده و امیدواریم که شما عزیزان هم از دیدن این مسابقات لذت برده باشین. تا اینجای کار راند اول به پایان رسیده و حالا راند دوم، آغاز راند سرنوشت ساز. هر دو این بار کوشش هایی را دارن، ببینیم که کی به پیروزی میرسه. هر دو میرن تا از چم هایی که دارن استفاده بکنن. مسابقات جالب و مهیج جمعه اول ماه مبارک رمضان در رده نونهالان و مسابقات جذاب سبوگوزد چندین حرکت را استفاده کرد و بالاخره اینجا مسابقه به اتمام میرسه. در تکرار صحنه ببینیم. امیدواریم که شما عزیزان از پخش و نشر مسابقات پهلوانی از دریچه کانال خودتان، کانال افغان 1-2-3 که مختص برای پهلوانان ولایت هرات هست، و امیدواریم که شما عزیزان لذت برده باشین. همه شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. تا جمعه بعدی، بدرود.